بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحاب طاهرین. معسلان نهایت گران قدر، امید که ایام خوب و خوش را سپری کرده باشین و از گزند حوادث در امان خداوند متعال جل جلاله بوده باشین. معسلان گرامی، به ادامه موضوعات درسی من شما، رو این جلسه درسی من شما با هم بحث را تحت عنوان تعداد نظام‌های حقوقی را در سطح جهان با هم به بررسی می‌گیریم که تعداد نظام‌های حقوقی در سطح جهانی چی است و عوامل تعدد نظام‌های حقوقی در سطح جهان چی خواهد بود. این موضوع را من و شما با هم به بررسی می‌گیریم. بشریت به منظور تأمین منافع خود و با توسل به گام‌های مختلف گاهگاه متوسل می‌گردند به اخذ گاهگاه متوسل می‌گردند و منظور تأمین منافع خیش مباعث و ارزش‌ها را تعریف می‌نماید. یا به عبارت دیگر، بشریت به منظور تأمین منافع و خواسته‌های خود روی رو شیوه‌های مختلف و گام‌های مختلف قانون‌گذاری می‌نماید که گاهگاه منجر به ایجاد یک سلسله تفاوت‌های عمده و اساسی در میان کشورهای جهان می‌گردد که این تحولات گاهی منتج به این می‌گردد که باید برای آن راهکارهای اساسی و اولیه‌ای را در این راستا ایجاد نماید. این راهکارهای اساسی منتج به این می‌گردد تا در محور آن قانون‌گذاری داشته باشد. بدین اساس است که در جامعه‌ای که من و شما زیست زندگی می‌کنیم، نظام‌های مختلف و متعدد حقوقی وجود دارد. نظام‌های مختلف و متعدد حقوقی وجود دارد و این نظام‌ها گاهگاه منتج به این می‌گردد که یک سلسله موضوعات و موارد را ما باید داشته باشیم و مطالعه کنیم و بر محور این موضوعات مطالعه‌ای ما باید جایگاه خانواده‌های کوچک حقوقی را در قالب خانواده‌های بزرگ حقوقی در بیابیم. پس اینجاست که تفاوت‌ها و جذابیت‌های بیشتر در این مرحله مطرح بحث و بررسی می‌باشند. خب، معسلان نهایت گرانقدر، تفاوت‌هایی که در این راستا رویان بحث صورت می‌گیرد و با دلایل آن را بررسی و تجزیه تحلیل‌هایی که می‌پردازیم، نظام‌های حقوقی در اساس از هم مجزا و متفاوت تلقی می‌شوند، ولی به منظور این که با هم شباهت‌هایی دارند و یا نقاط اشتراک و افتراق دارند و دلایلی را در با هم وجود دارد که راه‌حل‌های مشابه را اتخاذ می‌نماید. بنابراین زمانی که نظام‌های حقوقی در مورد مقایسه متعلق به خانواده بزرگ حقوقی باشد، پس اینجاست که ما تفاوت‌ها را در می‌یابیم و آنها را شناسایی می‌کنیم. خب، این که چی دلیل باعث مشابهت و یا تفاوت میان نظام‌های حقوقی می‌گردد، تفاوت‌های مختلف و متعدد مطرح می‌باشد. عوامل متعدد معسلان گرامی مطرح می باشد. از جمله عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل مذهبی، همه از اینها با هم دست به دست هم می دهند و در ساختارهای حقوقی با هم موارد را به بررسی می گیرند. بنابراین آنچه در مطالعات مقایسوی قابل اهمیت است این است که هر نوع پیش‌داوری و اجتناب قبل از انجام مطالعات مقایسوی و نقد و ارزیابی و تفقات مسلماً یک کار نهایت دشوار است. بنابراین ما عوامل را دارا می باشیم که در محور این عوامل کلی نظام‌های حقوقی را به بررسی می گیریم که اولین عامل، عامل معسلان گرامی، عامل اولین عاملی که مطرح می باشد عامل مذهبی می باشد. عامل مذهبی است که عامل مذهبی از جمله شاخص‌ترین عوامل در ایجاد و تفاوت ساختارهای نظام‌های حقوقی بوده می‌تواند. معسلان گرامی، ابتدا باید مذهب را بدانیم، بعد دین را بدانیم و بعد بدانیم که مذهب و دین چه تفاوت دارد و عامل دینی و عامل مذهبی چی است. معسلان گرامی، دین در لغت به معنای پند، اندرس، نصیحت، امتحان، آزمایش و دارای مفاهیم متعدد از منظر مفاهیم قرآن عظیمشان می باشد. و اما در اصطلاح گفته می دانیم که دین عبارت از مجموعه از باورها و ارزش‌های است. مجموعه از باورها و ارزش‌های
روش های است که از جانب مجموعه از دساتیر باورها و ارزش های است که از جانب خداوند متعال جل جلاله و منظور سعادت بشریت بر پیامبران نازل گردیده است. ما در دین احکامات مختلف را دارا می باشیم، شامل بعد معاملات، بعد عبادات و بعد تحت عنوان معاملات عبادات و بعد نصیحت و بحث تزکیه و اخلاق می باشد. و اما مذهب چی است؟ مذهب در لغت و معنای طریقه را و روش است و در اصطلاح عبارت است متابعت فکری از یک عالم بزرگ جهان اسلام جهت تطبیق احکام شریعت اسلامی، جهت تطبیق احکام شریعت اسلامی. بنان مؤسسان کرامی، دین کل است و مذهب جز است. مذهب یک قسمتی از دین را قرار دارد و مطلب است می باشد. و اما در این مورد عامل دینی و عامل مذهبی نقش تعیین کننده در تعریف ساختارهای حقوقی یک نظام حقوقی دارد. ما بر مبنای عامل مذهبی میتونیم نظام های حقوقی را که تقسیم بندی کنیم، پس گفته میتونیم که مذهب نقش تعیین کننده در ایجاد شباهت و اختلاف در نظام های حقوقی دارا می باشد. مثلا ما بر اساس عامل دینی و مذهبی تمام کشورهای اسلامی را در یک ساختار حقوقی میتونیم جمع بندی نماییم و یا همچنان کلیت ما میتونیم مثلا کلیت کشورهای مسیحی را در چارچوب و ساختار دین مسیحیت جمع‌آوری و تدوین نماییم و ساختار حقوقی برایشان تعریف نماییم. پس بنابراین ما در اینجا با ساختارهای متعدد و متفاوت مواجه هستیم. بنابراین دین نقش محوری و اساسی خود را در این زمینه دارا می باشد. بعد از دین مؤسسان گرامی عامل اقتصادی می باشد. عامل اقتصادی شما در مضمون مبانی اقتصاد عامه با استاد محترم اقتصاد را می دانیم که عبارت از علمی است که میان خواسته های نامحدود و منابع محدود طبیعی مدیریت و هماهنگی را ایجاد می کند. و اما نظام حقوقی یک کشور تحت تأثیر نظام اقتصادی یک کشور، نظام اقتصادی به صورت مستقیم تحت تأثیر گرایشات و تمایلات سیاسی یک دولت قرار دارد. بنابراین تفاوت و یا مشابهت در نظام اقتصادی دو کشور ممکن است از برخی تفاوت‌ها و مشابهت‌ها در قوانین و مقررات آن دو کشور را توجیه کند و بیان کند. مثلا کشوری که اقتصاد آن بر پایه نظام آزاد است، پس از لحاظ قوانین متأثر از نظام سرمایه‌داری است، و کشوری که نظام اقتصادی آن اقتصاد کنترل شده یا دولتی است، پس قوانین و مقررات خاص خود را دارد که از همان نظام متأثر است. بنابراین قوانین و مقررات در این باره نقش مستقیم دارد و تحت تأثیر عامل اقتصادی قرار دارد. بعد دیگر نظام عامل سیاسی است که نظام حقوقی به گونه مستقیم تحت تأثیر نظام سیاسی یک کشور قرار دارد و متناسب با نوع نظام سیاسی قانونگذاری میکنند. اگر نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری باشد، قوانین هم مبتنی بر مردم سالاری. اگر نظام سیاسی مبتنی بر اراده غیر مردمی بوده باشد، پس قوانین هم مبعد استبدادی را دارا می باشد. پس مسلماً نظام سیاسی یک کشور بنابرای خود جدی تحت تأثیر نظام اقتصادی قرار دارد و عبدوی این حال نقش اساسی را در تبیین حقوق و قانون دارا می باشد. و بحث دیگر مسئله گرامی عامل تاریخی از مسئله گرامی که هر نظام حقوقی در یک فرایند خاص تاریخی یا در یک برهه خاصی از تاریخ تشکیل شده و تحت تأثیر آن عوامل قرار دارد و هیچگانه میتونه گردش های کهن و گذشته خود را منتفی بشمارد و آنها از آنها دست برباید. بنابراین اینجاست که گفته میتونیم تاریخ مشترک کشورها واجب میشود که شباهت ها و اختلافات میان نظام های حقوقی کشورها وجود داشته باشد. مثلا در گذشته از لحاظ بعد تاریخی ما تمام مستعمرات انگلیس را
در نظام حقوق کامل را جمع‌آوری می‌کنیم و تمام مستعمرات فرانسه را در نظام حقوقی رومن جرمن آن را مطالعه و ارزیابی می‌کنیم. بنابراین تاریخ نقش تعیین کننده در تفاوت و مشابهت ساختارهای حقوقی دارا می‌باشد. بعد دیگر وضعیت جغرافیایی اقلیمی است که اثرگذار است و در نهایت در نظام حقوقی کشورها مؤثر است. مثلا بیشتر کشوری که محاط به خشکی است رایابی ندارد نیاز به وضع قانونگذاری در او بارن است، و یا کشوری که محاط به بحر است نیاز ندارد که قوانین هم تنها محتمل به موارد خشکی بوده باشد. و بعد دیگر عامل جمعیتی است. هر جامعه‌ای که در آن ممکن است از گروه‌های نژادی مختلف و متفاوت تشکیل شده باشد، بنابراین برای گروه‌های قومی ما باید و خصوص کسانی که گرایش‌های استقلال طلبانه دارد ما باید قانون‌گذاری خاص داشته باشیم، و همچنان برای آنها مبتنی بر همان ارزش‌های آن باید قانون‌گذاری نمایم کامل در تعدد نظام‌های حقوقی است. عوامل دیگر مانند عوامل فنی و همچنان گفته میتانیم بحث تحت عنوان مقدرات خاصی است که مطرح میشود. خب مواصلان گرامی، حالا باید بدانیم که تعداد نظام‌های حقوقی در جهانی که من و شما زندگی میکنیم کدام ها هستند، یا به عبارت ساده‌تر نظام‌های حقوقی را که من و شما در آن زندگی میکنیم در جهان معاصر وجود دارد چند نظام حقوقی میباشد و دیدگاه‌های مختلف و متفاوت در این راستا مطرح میباشد. چنانچه در قبل در اینجا موضوعات مطرح بحث هست که در تعداد نظام‌های حقوقی توافقی وجود ندارد. نویسندگان سوسیالیستی کشورهای سوسیالیستی معتقد هستند که دو نظام بزرگ حقوقی است، یکی نظام حقوق سوسیالیسم و دیگر نظام حقوق سرمایه‌داری یا بورژوازی یا همان کامن لا می باشد، اما تقسیمات فرعی را نمی پذیرند. اما نب حقوقدان اهل چک میگه در جهانی که من و شما زندگی میکنیم 3 نظام حقوقی وجود دارد. اول نظام حقوق کامن لا، دوم رومن جرمنی، سوم نظام حقوق اسلامی. اما رنداب در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این نظام ها را به 4 گروه تقسیم میکنند: نظام رومن جرمن، کامن لا، سوسیالیسم و نظام های حقوقی متکی بر مذهب. بنان تحت این 4 پوشش نظام های حقوق اسلامی، شرق دور و همه این ها را به بررسی میگیرند. خب مسئلان گرام قدم، و اما ما در جهان نظام های را داریم که نظام های مختلط است و نمیتوان به سادگی برای طبقه بندی خاص را ایجاد کرد. بنان اینجاست که نیاز دارد که ما باید برای آنها ساختار متفاوت را تجزیه و تعریف نمایم. پس روی این مسئله است که کشورهای متعلق به یک نظام حقوقی از نظر مشابهت و داشتن اصول و خصیصهای مشترک در یک سطح نیستند و در واقع طیف و تعداد عظیمی را در این راستا تشکیل می‌دهند. خب مسئلان گرامی، حالا باید بدانیم که در جهانی که من و شما زندگی میکنیم بعد چند نوع نظام وجود دارد. ما دیده های مختلف داریم، 4 نوع دید رنداوی بود، دید سوسیالیست ها، 2 نوع نظام حقوقی بود و همچنان دیدگاه های متعدد و متفاوت مطرح بود. مسئلان گرامی، در مورد دیدگاه های مختلف و متفاوت مطرح بود. پس ما به این عقیده هستیم که از دیدگاه دانشمندان اروپا که بیان کردن 3 نوع نظام در جهان وجود دارد و بعداً به 4 ارتقا دادن. در کل هرگاه ما جمع‌بندی در این راستا داشته باشیم از نظر دانشمندان اسلامی، پس ما در اینجا با 2 ساختار متفاوت حقوقی مواجه هستیم. در جهان معاصر 6 نوع نظام حقوقی را از منظر دانشمندان اسلامی وجود دارد که اولش مسئلان گرامی نظام حقوق اسلامی است، دوم نظام حقوق سوسیالیستی است، و سوم مسئلان گرامی نظام حقوق کامل.
مؤصلان نهایت گرامی، از منظر دانشمندان اسلامی در جهانی که من شما زیست زندگی داریم بالاتر از 6-9 نظام مختلف حقوقی وجود دارد که هر یک از این نظام ها و نوبه خود جایگاه خاص را در قانون گذاری دارا می باشد. اول نظام حقوق اسلام، دوم نظام حقوق رومن جرمن، سوم نظام حقوق کامنلا و چهارم نظام حقوقی که وجود دارد، چهارم نظام حقوق سوسیالیسم، پنجم نظام حقوق شرق دور و ششم نظام های حقوقی، نظام حقوقی مبتنی بر باورهای وضعی و بشری و ادیان بشری می باشد. خب، مسئله نهایت گران کنه. با درک این مسئله، ما دانستیم در جهانی که زیست زندگی می کنیم، ساختارهای متفاوت و متعدد حقوقی حاکم است. که هر یک از این ساختارها به نوبه خود، جایگاه خاص را در حرم قانونگذاری دارا می باشد. خب، مسئله نهایت گرانقدر. حالا به این مسئله می پردازیم که در نظام های حقوقی که در جهان تعداد مختلف دارند، این تعداد گاهی عناصرشان تغییر پذیر و عناصر تغییر می پذیرند و ایدهشان دارای عناصر پایدار می باشد. خب، مسئله نهایت گرانقدر. حالا می رسیم به بحث نظام حقوق رومن جرمنی. و نظام حقوق رومن جرمنی چی است مثلا گرامی؟ قبل از اینکه این نظام را به صورت تفصیلی با هم و بررسی بگیریم، باید به صورت مختصر و گذرا دیده ای از نظام های حقوقی را باید بدانید. دستبندی انواع نظام های حقوقی در چند خانواده بزرگ حقوقی. برای از این که من و شما ساختارهای عمده حقوقی را در جهان شناسایی کنیم و برای آن راه‌حل‌های اساسی و کلیدی را در بیابیم پیدا کنیم، باید لازم می‌دانیم که نظام‌های حقوقی را با هم مورد مقارنه، بررسی و ارزیابی قرار بدیم که گاهگاه این نظام‌ها و گونه‌های مختلف‌تر و متفاوت‌تر تقسیم بندی می‌شوند. اگر متن و محتوای قواعد حقوقی را در نظر بگیریم، می‌بینیم که تنوع مختلف و قابل ملاحظه در آنها حاکم می‌باشد که گاهی هم عناصر اساسی‌تر و پایدارتر و گاهی هم عناصر متفاوت‌تری را دارا می‌باشد. بنام ساختارهای حقوقی حاکم اختلاف‌های بسی کمتر را دارا می‌باشد و گاهی هم قواعد ممکن است به اندازه متنوع بوده باشد و یا شیوه های تقسیم بندی متفاوت باشد. بنان طبقه بندی نظام های حقوقی در چند خانواده بزرگ و جهت تقلیل این نظام ها و چند نوع محدود معرفی و درک نظام های مختلف حقوقی جهان معاصر، همه از اینها گفته می داریم که در نتیجه ما چند نظام حقوقی را دارا می باشیم که بزرگترین اینها نظام حقوق رومن جرمنی است، بعد نظام حقوق کامنلا است و بعد نظام های دیگر حقوقی است که مطرح می باشد. حالا شما مختصر اجابه دارید که رومن جرمنی چی است، کامنلا چی است و بعد سایر نظام ها و بعد هر یک را با جزئیات تفصیلی مطالعه خواهیم کرد. یعنی نخستین خانواده بزرگ حقوقی که در جهان قرار دارد نظام حقوق رومن جرمنی است که بر پایه حقوق روم، قواعد رفتاری، ارتباط نزدیک با عدالت و اخلاقی من نظام مسیحیت وضع گردید است. در قرن 19 خانواده حقوق رومن جرمنی توسعه قابل عمده را داشتند. بر مبناهای مختلف توسعه یافتند و مهد خانواده حقوقی رومن جرمنی بیشتر در اروپا است و این نظام با کوشش های دانشگاه ها شکل گرفت، توسعه یافت و علل خصوص مجموع قوانین جوزستینین، امپراتور روم و یک سلسله دستاوردهای دیگر. در نتیجه استعمار خانواده رومن جرمنی توسعه گسترده تر یافت و بر اثر تحولات اجتماعی اقتصادی عصر انقلاب صنعتی، جنبش قانونگذاری و جنبش هومانیسم توسعه بیشتر را پیدا کرده است. خانواده دوم نظام حقوق کامنلا است که شامل حقوق انگلستان و نظام های حقوقی وابسته به مستعمرات بریتانیای پیشین است. این نظام حقوقی کاملا با خانواده رومن جرمنی ساختار متفاوت داره که بعدا با جزئیات انشاءالله خواهیم خواند، ولی اینجا مختصر بحث را برایتان وضاحت می دهم. بنابراین اینجا است که
قاعده حقوقی کاملا دارای تجرد کمتر نسبت به قاعده حقوقی رومن شرمنیک است. نظام حقوق کاملا برگرفته شده از عرف قضایی و حاکم می باشد و علاوه از نظام رومن شرمنیک کاملا با نظام های دیگر متفاوت را در جهان دارا می باشیم که گاه با گونه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. میگیرد که اگرچه همه کشورها تا حد از افکار غربی در ساختارهای قانونی استفاده کردند، اما حفظ استقلال این کشورها و تحقق بخشیدن و پاره پیشرفتها ضروری است که باید تفکرهای بی اساسی و بی بدیل در بحث قانونگذاری ایجاد کردند. بنابراین ما گفته میتونیم که ما ساختارهای متفاوت را داره هستیم، مانند حقوق اسلامی، حقوق هندو و یهودی، و هر یک از این ساختارها متضمن بحث‌های خاص می باشد. خب، حالا آغاز میکنیم از نظام حقوق رومن جرمنی. نظام حقوق رومن جرمنی مؤسسان گرامی چی است؟ ابتدا تا وجه تسمیش را بیان میکنیم. چرا به این نام یاد میشود؟ این نظام تعریف مشخصش چی است و متأثر از کدام قوانین و آموزه‌ها میباشد؟ مؤسسان گرامی نظام حقوق مدون یا رومن جرمنی و سه نام مختلف یاد میشوند: نظام حقوق مدون، نظام حقوق ناشنه شده دوم و سوم نظام حقوق رومن جرمنی، و سه نام مختلف و متفاوت مطرح میشوند که هر یک نامهای مختلف و متفاوت خود را دارا میباشد. خب، چرا این نظام تحت عنوان نظام رومن جرمنی است؟ هر یک وجه تسمیه را بخواهیم برایتان وضاحت بدم. اول مسئله گرامی این است که این نظام از به خاطر نظام رومن جرمنی اطلاق می‌گردد که حائز دو از دو کلمه گرفته شده، رومن مخفف نظام حقوقی فرانسه است و جرمن مخفف نظام حقوقی آلمان یا جرمنی میباشد. یعنی این نظام حقوقی در این دو کشور اروپایی ایجاد گردیده است و به اقصان قاط جهان توسعه یافته است. این نظام حقوقی در این دو کشور اروپایی ایجاد گردیده و به اقصان قاط جهان توسعه یافته است. یا چرا این نظام حقوقی را به نام نظام حقوق نوشته یاد میکنه؟ به خاطر که قواعد و ساختاری آن خلاف نظام کاملا و صورت مدون میباشد و نوشته شده و معنای مدون و تدوین شده هم یاد میگردد. ارگا تعریف کنیم نظام رومن جرمنی را گفته میتونیم که عبارت از مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است. مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است که متأثر است از تعلیمات و آموزه های شریعت مسیحیت، اخلاق مذهبی و قوانین مدون و غیر مدون امپراتوری رو تکرار میکنم. نظام حقوق مدون یا رومن جرمنی عبارت از مجموعه از قواعد و مقررات حقوقی است که متأثر است از برگرفته شده از قوانین مدون و غیر مدون امپراتوری رو، تعلیمات و آموزه های شریعت مسیحیت و افکار آزادی خواهی علما تشکیل گردیده است. افکار آزادی خواهی علما تشکیل گردیده است. خب مؤسسان گرانقدر، در این تعریف ما چهار شاخص را داریم. در این تعریف ما چهار شاخص عمده و اساسی را دارم می باشیم. اولین شاخصی که مطرح می شود قوانین مدون و غیر مدون امپراتوری رو، دوم تعلیمات و آموزه های شریعت مسیحیت، سوم افکار آزادی خواهی علما، و چهارم قوانین مدون و یا قوانین قواعد و ساختارهای دانشگاهی است که نقش عمده و اساسی یا نقش کوانتون هاست که در توسعه نظام دارد و این نظام متأثر از آن است. پس اینجاست که با عبارت اساسی و کلیدی ما گفته می‌تونیم که این نظام رومن جرمنی از جمله مهمترین و بزرگترین نظام‌های حقوقی در سطح جهان می‌باشد که بر قسمت اعظمی از دنیا و دنیا وابستگی خاص خود را دارا می باشد. خب مؤسسان گرانقدر، حالا میم و این بحث می کنیم که نظام حقوق مدون یا رومن شرمنی چند خاصیت عمده و اساسی را دارا می باشد، یا به عبارت ساده تر چند خاصیت
عمده را دارا می باشد. نظام رامت شربنی 5 خاصیت عمده را دارا می باشد. اول، اصل احترام و مالکیت خصوصی و آزادی قراردادها. مالکیت خصوصی را میپذیرد و انتخاب اراده ها و مختاری قائل از آن را میپذیرد. اول. دوم، پذیرش عرف من حیث مصدر و قانون گذاری. این نظام حقوقی عرف و عادات را من حیث یک مصدر حقوقی و قانون گذاری پذیرفته است. دو و سوم این است که این نظام حقوقی منشأ نظام حقوقی قوانین است و چهارم مبنای تشکیل خانواده را نکاح می‌پندارد و پنجم این است که این نظام حقوقی تفکیک قوا را ایجاد کرده و در سطح همه کشور قوای مملکت را به سه دسته تقسیم می‌کند. قوای اجرایه، مقننه و قضایه. تکرار می‌کنم، این نظام 5 خاصیت دارد. اول، منشأ آن قانون است. دوم، به مالکیت خصوصی احترام دارد. اصل آزادی قرارداد را می‌پذیرد. چهارم، عرف و عادات را منع از مصدر قانون‌گذاری دارد. و پنجم، تفکیک قوا را ایجاد کرده. و بعد ششم این است که بحث را تحت عنوان اصل نکاح تشکیل خانواده را مبنای تشکیل خانواده را نکاح مشروع می‌پندارد. خب، واصلان نهایت گرانقدر، با درک این مسئله حالا باید برسیم و بحث تحت عنوان کلیات نظام حقوق مدون یا سیر تاریخی نظام حقوق مدون یا نوشته شده که اینجاست که در قرون وسطا با مطالعاتی که حقوق قرون و دانشگاه ها صورت گرفت و تحولات صورت گرفته منجر به نهضت قانون و گرایی یا هم قانون گذاری کردید و سپس شاخص های مطرح کردید که مستوجب و مستوجب توسعه نظام حقوق مدون یا رومن جرمنی کردید. خب، مسئله نهایت گرانقدر، بحث تاریخی را انشاءالله روی جلسه هفته آینده با هم حرف بحث های خواهیم داشت و امید موفقیت هرچی بیشترتان. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.